دیگه دو سنفی که ما از کار میکنیم سه سمی بودی که سمی رفیس که امید است بخریم در ما چیست اوپرتال است در جرمنی است که سلامای خود برش تقدیم میکنم و سمی مسعود است که بخریم در هالند است اگر صدای ما را میشنوه که اونمو بزرگترین احترامات برشان تقدیم هر کدومشون یک قسمت کار میکنن در این رشته خود به طور خلاصه اگر بر بیننده های عزیز ما شما لطف بکنین و همین پروسس ساختن یک مجسمه را شما اگر بیان بکنین خلاصه مطور بر دوست عزیز ما از کجا شروع میکنین خود تاتابی اصلا خود مجسمه را آدم باید ببینه که چیست با سه قسمت تقدیم میشه یکی قسمت نیمه برجست است یا باست میگن یا با اصطلاح است یکی خود مکمل مجسمه را شما میسازه ولی وقتی که شما مکمل مجسمه را میسازید یک پیس یک انسان که مجسمه میشه شما باید از استوانبندی شروع کنید ما باید اسکلت بندی زیر از آهن بلد کنیم داخل یک چوکات و این کلی زیر یک سیستم شود که بند شود در پشت سر زیر بعد از او با گل کلی زیر ما جور میکنیم پرکاری میشه تمام زاویه های زیر بعد از او آستاستا در شروع اناتومی دیگه میایم که باید موضوع نمو شروع اندازه و تناسبات بسیار مهم است که باید بفهمی که یک فرض کنید یک قسمت سر تا کدام اندازه می آید و خود ترکیب خود سیستم تناسب بسیار مهم است در مجسمه سازی هم تو در نقاشی که باید او را کار کنه ولی مجسمه شکلی است که آدم به انواع و اقسام میتونه شروع کنه کار کنه ما شاید شروع کردیم ولی تادابش که ما شروع کردیم در یونیورسیتی یا در مکتبی که ما درس خواندیم مثلا بود که اسکلیت اول اسکلیت بندی باید بند شوه و اسکلیت شوه که معلوم بشه که کجا شانه است در کدام قسمت کمر در کدام قسمت پای ما این حرکت بوده چه بود با مواد مختلف ما میتونیم جمع کنیم تا اینکه با سر عضله و دیتیل خود بودی اگر انسان کار میکنه شما مجسمه هایتان که همیال فعلا تیار میکنین شما تو کدام جای مخصوص دارین در کجا تیار میکنین کجاست محل کار شما فعلا با ما خود یک تعداد کارهای ما میال تیتس در لس آنجلس است از اوجم تیتس ولی مرکز فعلا در فریمانت است در واشنگتن بلوار در یکی از دوستای ما امریکایی ماست که تا امروز ما را به اصطلاح کمک زیاد کردن آمدن همه پیس افغان ویلیج که دیدن گفتن برادر شما پیس یکی از ماستر پیس گفته میشه که تاریخ افغانستان برای ما نشان دادن چیز ما یک جای داریم شما بفرمایید بین کتما یعنی بلدینگ در اختیارتان است یک تعداد افغانای فریمانت کلشان خبر داره که در کجا است ولی من تا کم من خب باز پیدایشان میکنم به قسمت نام ولت سنتر است ولت سنتر واشنگتن و فریمانت بلوار واقع است دیگر مرکز بسیار کلان است یکی از مجسمه های بسیار کلان است همیجان پشت آینه میبینین همیشه برای افغان های محترم و دوستا واز است میتونن برن سعی کنن فرمایش بتن بخرن و یا انجوی کنن طرف خود بسیار سوال ما هست که انشاءالله که میسر از اینکه باز استاد نمره تلفن اگر داشته باشن ایمیل آدرس را داشته باشن حتما حضور بیننده های عزیز را اعلان میکنیم اگر اجازه شما باشه یک تلفن هم اینجا داریم که از وقت بسیار زیاده که تلفن های زیادی هستم یک تلفن به اجازه شما ما جواب میتونم در ادب خطه مهربانی اوکی؟ بله بفرمایید سلام علیکم جناب فناس و علیکم السلام بزرگوار معظم مکرم استاد تواب و استاد بسیار زیاد گرامی و ارجمند استاد نادی سلام های اینجانه و قبول فرمایم ما از کشتی در لباس نمی گنجم که چهره مبارک شما را روی تلویزیون می بینم و واقعا همونطور که فناس چندین بار گفتن شما افتخارات کشور ما هستین و ملت شما می بالا ای کاش که در وطن می بودین که مردمتان شما را امی مقابل احساستان نمست قدرتان نمی کرد شما تاریخ ملتشان را زنده کردین شما ملت به جهانیان نشان دادین که چی افتخارات و چی تاریخ داره ما ناگزیر از جناب استاد قدر بسیار محترم و معظم تواب و حاب تشکر میکنم که لطف کردن با ما لوحه یا نوشته پروگرام ملی اوال نشته کردن و انشالله ما از او استفاده میکنم ما خواستم که رسمان از صمیم قلب شما تشکر کنم و با انگشتان هنر آفرین و سحر آمیزتان شادباش رو آفرین بگویم
استاد قند مروز به من یک کاغذ را پارچه کاغذ را دادن که او نمونه نوشته چون بود که نه تنها استاد که شاعر هستن چی یک احساس پاک مقابل وطن خود داره، چقدر میخواهد که مردمش آرام و آسوده و سرحال باشه و او شیره که مرض ملت را تشخیص کرده و به ملت هوشیار داده که چی کنن، میگن چی گویی ترک و پشتون و هزاره همه یک آتشند و یک شراره، در اینجا دست دشمن کرده بازی، تم سازد خاک ما را پاره پاره. چقدر زیباست که اونا پاره پاره میکنن، مگر شما با امی هنرتان پس اینا را یک جای میکنین. استاد قدم اگر وقت هم نگیرم من یک اشاره میکنم راجعه به رنگای روغنی، امیقا من عرض میکنم که چند ماه پیش یک ریشتر که دادی از یک طرف اینورسیتی های امریکا شده بود که و مردم مدعی بودن که امی رنگ روغنیش چند سال بعد از میزاد مسکی اروپایی ها اختراع کرده، مگر وقتی که یک تیم به افغانستان رفت و رنگ‌های روغنی مجسمه بودا را تجزیه و تحلیل کردن، به اثبات رساندن که نه، امی هنر رنگ روغنی در افغانستان 600 سال پیش از بودا است و رنگ‌هایی که اونا جور کردن از گل‌های محلی منطقه بوده و همونطور که استاد اشاره کردن چون این رای ابریشم بود، میگه شاید هنرمندای چهره دست زمان از چین به پایین میامدن از طرف شاه منطقه یا پادشاه منطقه حایت شده باشن و این مجسمه رو جور کرده باشه. من جهت معلومات امیر با شما عرض کردم، من ضرور به نمایشگاه استاد میام و مقابل هنرشان زانو میزنم و باز هم سلام و احترامات خود وقتشتان تقدیم میکنم. هر رشته که شما میکنین صفحه تاریخ افغانستان رو میسازین و در تاریخ افغانستان ثبت میشه. خداوند همراه شما باشه، امیدوارم که آل سرسلند و سرسلاز باشین، همیشه با صحت و سرسلاز زندگی کنین. تشکر از شما. تشکر دکتر صاحب، عاطفی بودن نور که ساعت تشکر از دکتر صاحب بسیار لطف کردین. دکتر صاحب یک جان تشکر از تلفن شما. استاد در میدیای غیر افغانی، در امریکایی، در اخبار امریکا و در تلویزیونای امریکا و در کشورهای اروپایی از شخصیت شما استقبال بسیار زیاد عالی صورت گرفته که من امیدوار هستم که اگر کمپیوتر ما جور شده باشه و عمر جان بتانه که مو نیوز نادی دوسیه نیوز نادی را در روی صفحه تلویزیون پرتن، در غیر از او شما لطف بکنین و بگوین که آیا علاقمندان هنر شما زیادتر کیا هستند و آیا افغان ها چقدر علاقمندی به هنر شما نشان میدن؟ تا جایی که ما دیدیم متاسفانه این رشته یک ذره پیش نرفت در افغانستان، ولی امروز من که فکر میکنم یک تعداد مردم به خصوص نسل جوان ما اگر بشناسن و بخواین و ببینن علاقه زیاد بگیره، ولی یک تعداد مردمی بسیار با کلچر خود ما با که میفهمن واقعا اینا از پدرای خود با هنر افغانستان علاقه داشتن، نه تنها در مسائل موسیقی و شعر و شاعری بلکه در مسائل ارکیتکچر و مجسمه سازی اینا اونا زیاد مرا احترام کردن و ما هیچ وقت فراموش نمیکنم مدیونیشان هستم در می خود امریکا در اروپا و این مسئله برای ما بسیار خوشایند است صد با یک بیگانه یک هموطن مرا از ما دفاع کنه یا پیسی به ما علاقه نشان بده، بخاطر از اینکه امروز در این رشته فعلا به اصطلاح ما بگیم دو نفر مانده که راستی کار کرده، محترم آقای حیدرزاد است که ما یک از استادای ما است که بگم فراموش شد نامش، ما احترام بهش داریم و در پولیزو اینمی کار ما است، این رشته برای همیشه میمانه و هر کسی که برای نسل آینده خود برای اولاد خود میخواد یک چیز بانه که او پیس های افغانی ری که ما کار کردیم همیشه هستن و کسی آرزو داشته باشه ما همیشه در خدمتشان هستیم، این کار ما میتونیم همیشه برشان بکنیم و زیادترش اگر در اروپا شروع کنیم در آلمان، آلمان ها از ما دفاع کردن به نام یک هنرمند افغانی